دولت ایالات متحده آمریکا در واکنش به اظهارات جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، گفته که به هیچ عنوان اقدامی از سوی واشنگتن علیه وی صورت نمیگیره و اینکه بنیانگذار سایت ویکیلیکس پیش از هر چیز به اتهام تجاوز جنسی از سوی دولت سوئد تحت پیگرد قرار گرفته. جولیان آسانج که به سفارتخانه اکوادور در لندن پناهنده شده، یک شنبه گذشته از رئیس جمهوری آمریکا آقای باراک اوباما خواسته که به فشارها و تهدیدها علیه او و سایت ویکیلیکس خاتمه بده. آسانج از عدالت و آزادی بیان دفاع کرد و دولت واشنگتن رو به انتخاب‌های مناسب فراخوند. در واکنش به این سخنان دیروز وزارت امور خارجه آمریکا گفت که جولیان آسانج هرچه مایله علیه ایالات متحده آمریکا ایراد میکنه، در حالی که مشکل او با دولت سوئد و اینکه این مشکل ربطی به سایت اینترنتی ویکیلیکس نداره و بیشتر مربوط به اتهامات ایراد شده از سوی دادگستری سوئد در خصوص رفتار جنسی آقای آسانج. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با اظهار این مطلب اضافه کرد مشکل بنیانگذار سایت ویکیلیکس ربطی به ایالات متحده آمریکا نداره، بلکه مربوط به انگلستان، سوئد و اکنون اکوادوره که سفارتخونش به جولیان آسانج پناهندگی دیپلماتیک داده. در همین حال بنیانگذار سایت ویکیلیکس نگرانه که پس از انتقالش از لندن به استکهلم، مقامات سوئد او رو به دولت ایالات متحده آمریکا تحویل بدن و در اونجا به اتهام جاسوسی به دلیل انتشار اسناد محرمانه وزارت امور خارجه آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته و حتی به اعدام محکوم بشه. دولت اکوادور آمادگی خودش رو برای گفتگو با انگلستان و سوئد برای یافتن راه حلی مناسب اعلام کرده. به گفته رئیس جمهوری اکوادور، موضع سرسختانه انگلستان و سوئد باعث بحران کنونی شده. سازمان دولت‌های آمریکا و وزرای امور خارجه اتحادیه ملت‌های آمریکای جنوبی همبستگی خودشونو با اکوادور اعلام کردند. هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، دیروز دولت انگلستان رو تهدید کرد که در صورت ورود به سفارتخانه اکوادور برای دستگیری جولیان آسانج با پاسخی شدید روبرو خواهد شد. آرمین قبادی پاشا، اتاق خبر.